نورپردازی پروانه یکی دیگه از حالتهای نورپردازی و طراحی نوریه که ما میتونیم توی ویدیوهای خودمون از اون استفاده کنیم. ما توی این مدل از نورپردازی از یک منبع نور استفاده میکنیم که دقیقاً روبروی سوژه قرار میگیره و در ارتفاعی بالاتر از سطح سر سوژه. ما در این نورپردازی به دنبال ایجاد یک سری سایه های متقارن بر روی صورت سوژه هستیم. سایه هایی در دو طرف صورت و سایه‌ای در زیر بینی سوژه. بهترین حالت این اتفاق حالتیه که این سایه‌ای که در زیر بینی ایجاد میشه به لب سوژه ما نرسه و این میتونه یک کیفیت بهتری رو در این مدل از نورپردازی برای ما داشته باشه. ترکیب بندی محل قرار گرفتن سوژه، دوربین و منبع نوری ما در طراحی نور پروانه‌ای به این شکله که ما از یک منبع نوری استفاده می‌کنیم که این منبع نوری باید دقیقاً روبروی سوژه قرار بگیره، یعنی جایی که دوربین قرار گرفته و فیلم بردار یا عکاس در اون قسمت حضور داره. زاویه‌ای که نور باید به سمت سوژه تابیده بشه باید از سمت بالا به پایین باشه، یعنی منبع نوری ما باید در سطحی بالاتر از اندازه سطح سر سوژه قرار بگیره که ما بتونیم یه همچین طراحی نوری رو برای خودمون داشته باشیم. شدت نوری که توی این مدل از نورپردازی میتونید از اون استفاده کنید بستگی به شما داره، یعنی شما میتونید این شدت نور رو کم یا زیاد استفاده کنید، اما باید به مرحله‌ای برسید، یعنی به طراحی از نور و سایه روی صورت سوژه خودتون برسید که اون سایه های متقارنی که به دنبالش هستید در نورپردازی پروانه‌ای رو روی صورت سوژه خودتون ببینید.